دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان در حال حاضر با بزرگترین و شدیدترین بحران بشردوستانه مواجه است. به گفته مسئولان این نهاد، در جریان سال 2023 میلادی افغانستان 28 میلیون و 300 هزار نفر که دو سوم از جمعیت این کشور را شکل می دهند به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. به باور این نهاد، تشدید فقر، نقض حقوق بشر و عدم دسترسی شهروندان افغانستان به خدمات ضروری وضعیت این کشور را وخیم تر ساخته و آمار افغانستان یکی از بالاترین ارقام جهان به صورت مطلق است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز پیش از این گفته بود که افغانستان با بالاترین میزان مصرف ناکافی مواد غذایی در سطح جهان مواجه است، به طوری که از هر دو خانوار یک خانوار در حال مقابله با بحران برای زنده ماندن است. این نهاد همچنین گفته که اکنون 4 میلیون کودک در افغانستان به درمان و تغذیه نیاز دارند که از این میان 1 میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند. گفتنی است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فقر به دلیل بیکاری و قطع شدن درآمد خانواده ها و کاهش کمک های جهانی در میان شهروندان افغانستان افزایش چشمگیر پیدا کرده است. حکمت الله حکمتی، فعال حقوق بشر از تهران با ما همراه هستند. سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض و احترام خدمت شما و بینندگان تلویزیونی شما. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. زنده باشید. اطلاعات شما از وضعیت فقر در افغانستان چگونه است؟ بفرمایید. متاسفانه بعد از تسلط طالبان و سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان، سازمان های بین المللی و امدادرسانی اقتصادی بین المللی و نهادهای اقتصادی داخلی در افغانستان از بین رفته و تنها درآمد و منشأ درآمد اقتصادی افغانستان سازمان های امدادرسانی و حقوق بشری در افغانستان بود. متاسفانه با حاکم شدن طالبان از بین رفته و امروز روز به روز وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و شهروندان افغانستان وخیمتر شده، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بهداشتی و همچنان تجار افغانستان و سرمایه‌گذاران داخلی افغانستان بعد از تسلط طالبان احساس مسئولیت اقتصادی نکردن و اونا برآمدن و این فقر و بحران اقتصادی خیلی چشمگیر است و آنچه که سازمان ملل و یونیسف اعلان میکنن از اون چیز بیشتر هست و بسیار وضعیت خطرناکتر از اون چیزی است که حدود 28 میلیون فقر اعلان کرده. حدود 80% از مردم افغانستان شغلشان را از دست دادن و درآمد خانوارهای افغانستان که بر اساس شغلها بود، شغل در سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای بین المللی و نهادهای امدادرسانی بود و سازمانهای دولتی دیگر بود، اونا از دست دادن. متاسفانه روز به روز وضعیت وخیمتر شده میرن. آقای حکمتی، با توجه به بحران‌های حقوق بشری در افغانستان، درخواست شما از مسئولین زیربط در قضایای افغانستان چیه؟ متاسفانه مسئولین زیربط در افغانستان که به شمول ناتو و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری افغانستان بودند، بعد از تسلط طالبان توجه آنچنانی نکردند. بارها از طرف مدافعین حقوق بشر، مدافعین اقتصادی، مدافعین شهروندان افغانستان صدایشان در گوشه گوشه از جهان رسانیده شده. متاسفانه هیچ سازمانی مسئولیتی به دوش نگرفته و افغانستان را بعد از تسلط طالبان و فروپاشی نظام جمهوریت به حالت خودشان رها کردند. حالا مشکل اساسی که در افغانستان است، قبل از همه که مشکل اقتصادی و وقت به آن میباشد، مشکل سیاسی است. تا زمانی که یک اجماع بین المللی در سطح جهان در ارتباط به افغانستان گرفته نشود و گروه های مخالف طالب و احزاب سیاسی داخل در امور افغانستان اینا به یک مشارکت و یک همگانی نرسن، مشکل اقتصادی متاسفانه حل شدنی نیست.
و از این بیشتر هم قابل تصور است که بیشتر این بحران عمیق‌تر شود، زیرا که نه تجار افغانستان و نه هیچ سرمایه‌گذاری که در افغانستان قبلا فعال بودن و مشغول بودن اینها ثبات ندارن و مسئولیت ندارن، اینها اعتماد ندارن. وقتی که گروه طالبان به رسمیت شناخته نشوند، وضعیت سیاسی افغانستان همچنان مبهم باشند، هیچ نهاد سرمایه گذاری در افغانستان نمیتوانند این جرأت را بکنند که اونجا سرمایه گذاری کنند و در ادامه بتوانند برای مردم افغانستان کمکی بکنند. بله، با تشکر از حکمت الله حکمتی فعال حقوق بشر که از تهران با ما همراه بودند.